تپش قهر. سایت اینترنتی ایران فیلم با افتخار تقدیم می‌کند. با شرکت اکشی کومار، شیلپا شتی، سونی شتی، مهیما چودری، شارمیلا تاگور، مترجم فریبا بادامی، مدیر دوبلاژ فریبا شاهین مقدم، دوبله شده در استودیو رهافی، دوبله و پخش از تصویر دنیای هنر. خیلی خوب، پس قایم شدی. آره خیلی خوب، اگه همین الان نیای بیرون منم میرم. نه وایس آنجلی، مرم آنجلی، ازت خواهش میکنم نرم. آها چرا نرم؟ آخه این کار درستیه که اینجوری قایم بشی و آدم ها ناراحت بکنی؟ نه اصلا، برای بگو ببینم خانم، این درسته که تو من اینقدر تو انتظار بذاری؟ نه خیر، ولی خب منم ممکنه برای خودم مشکلاتی داشته باشم. تو بلش کن، تو منو درک نمی‌کنی. شاهزاده خانم و مشکل؟ این غیر ممکنه. یه تو همچیسه گلیوم بسنه والو کی قسمت هم امزار؟ شروع ہو گئے، ہر وقت اپنی قسمت پر روتے رہتے ہو. جانتے ہو جو اپنی قسمت پر روتے ہیں ایک دن ان کی قسمت بھی ان پر رونے لگتی ہے. میری قسمت مجھ پر کیا روئے گی؟ تمہاری محبت جو میرے ساتھ ہے. بس یہی تو پرابلم ہے. پرابلم؟ منظور اینے کہ دیو قرار من با کسی دیگه ای ازدواج کنم. چی؟ تو داری چی میگی؟ خب پدرم قرارش رو گذاشته، اونا خیلی پول دارن، پول، زمین، خونه، همه چی دارن، همه چی. میدونی پدرم خیلی در مورد اونا تحقیق کرده. پس برای چی اومدی پیش یه آدم فقیر بیچاره؟ ها؟ اومده بودم بهت خبر بدم، شاید این آخرین دیدارمون باشه.
بعد از این دیگه نمیتونیم همدیگه رو ببینیم. من دیگه باید برم دیو. آنجلی، آنجلی کجا داری میری؟ ها؟ چی شده؟ ترسیدی؟ تو ترسیدی؟ تو ترسیدی؟ آنجلی با چی داری میخندی؟ از چی کار کنم؟ من داشتم شوخی میگردم ولی انگار تو جدی گرفتی. من اصلا از این شوخی ها خوشم نمیاد. میفهمی چی میگم؟ خب پس از چه جو شوخی هایی خوشت میاد؟ آنجلی هر شوخی که میخوایی بکن، ولی در مورد این که از من جدا بشی حتی به شوخی هم چیزی بهم نکن. دیکھو 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 میرا دل کیسے دھڑک رہا دیکھو. اوف دیو، ہر بات کو کتنی گہرائی سے لیتے ہو تم. اگر کسی دن یہ مزاق سچ نکلا تو ہستی مٹا دوں گا. کس کی؟ میری؟ ارے نہیں، تم پر تو آج بھی نہیں آنے دوں گا، خود مر جاؤں گا. محبت کے دعوے کرتے ہو اور پھر مرنے کی باتیں کرتے ہو، بات میں دم نہیں ہے. کون سالا مرتا ہے؟ کون سالا مرتا ہے؟ اور اگر مر بھی گیا انجلی، اور اگر مر بھی گیا میم صاحب، تو ہمیشہ کے لیے دھڑکوں گا تمہارے سینے میں، تمہاری دھڑکن بن کر. یعنی تو اینقدر منو دوست داری دیو؟ چه از ما میپرسی انجلی؟ از تپش قلب خودت بپرس. تو فقط به وسیله اون میتونی میزان علاقه منو به خودت بفهم. کیا کہے گی تم دل کی دھڑکن میں رہتے ہو تم رہتے ہو. تم دل کی دھڑکن میں رہتے ہو رہتے ہو. تم دل کی دھڑکن میں رہتے ہو رہتے ہو. میری ان سانسوں سے کہتے ہو करते हो है ना? तो कितनी मोहब्बत करते हो तुम मुझसे? बोलो. दीवानों सा हाल हुआ हमको उनसे प्यार हुआ. दीवानों सा हाल हुआ हमको तो उनसे प्यार हुआ. धीरे से वो पास आए चुपके से न किसी से करना है संग जीना मरना है. अब न किसी से करना है संग जीना رہتے ہو
से इतनी मोहब्बत देव, बहुत तड़पोगे, बेवजह तकलीफ होगी तुम्हें। आखिर ऐसा क्या है मुझ में, क्या है मुझ में? दुनिया ने ठुकराया है, बस तुमने अपनाया है। दुनिया ने ठुकराया है, बस तुमने अपनाया है। दिल को कितना चैन मिला, सबने इतना सताया है। अपना है एक सपना, एक तू ही हो अपना। अपना है एक सपना, एक तू ही हो अपना। सपनों में खो जाओ तुम, दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। रहते हो, रहते हो। हे, क्या मैं ही कहता रहूंगा और तुम कुछ भी नहीं कहोगी? रहते हो सच, कहते हो, कहते हो। सपनों में खो जाओ तुम, दिल की धड़कन में। उफ देव, बहुत हो गया, बंद भी करो मेरी तारीफ। रहते हो, बस तुम रहते हो। خیلی خوب انجام دادی. فردا رأس ساعت 12 دیگه منتظرم نظریا. خواهش میکنم، خدافظ. دیو، امروز هم میخوای از دم در برم گردونی؟ نمیخوای بری مادرشو ببینی؟ چرا، میبرمت، ولی بعدا. نه، من امروز میخوام مادرتو ببینم، همین امروز. خیلی اصرار داری؟ بله. باشه بریم. واقعا دی؟ خیلی هیجان زده شدم. بفرمایید. اینجا خونه ماست، از ماشین تو هم کوچیکتره. آه دیو، چه فرقی میکنه که خونه آدم کوچیک باشه یا بزرگ؟ دل آدم باید بزرگ باشه، مگه نه؟ جد نه؟ اون در خونه مونه، برو از نزدیک ببینیش. هی، پس تو کجا میری؟ تو هم میخواستی مادر منو ببینی، برو ببینیش. دیو، دیو، مادر جون. کیه؟ مادر جون، من
من کی هستی؟ شما کی هستی؟ مادر جون من یه لحظه صبر کن، خودم میگم. انجلی چرا وایسادی دم در؟ بیا اینجا بشین. چرا اینقدر با فاصله نشستی؟ بیا کنار خودم. چقدر تو خوشگلی آنجلی. نه به اندازه شما. شما چجوری به این زودی منو شناختی؟ مگه میشه نشناسمت؟ من همیشه تو رو تو چشمای دیو میبینم. یعنی دیو در مورد من همه چی رو به شما گفته؟ اگه اون با من حرف میزنه، غیر از تو با کسی درباره هیچی حرف نمیزنه. ولی خب منم مادرم، صدای ضربان قلب پسرم رو میشنوم. توی هر تپش قلبش فقط یه اسم رو میشه شنید، انجلی. آخه این دیو کجا رفت؟ میبینی مادر جون، منو تنها فرستاده بیام شما رو ببینم. همیشه ناراحت و غمگینه. چرا دیو همیشه اینقدر ناراحت و غمگینه؟ از دست روزگار ناراحت. از دست روزگار؟ من چیزی رو از تو پنهان نمی کنم. در واقع نبایدم چیزی رو از تو پنهان کرد. پیوندی که قراره بین دو نفر تا آخر عمر بسته بشه نباید بر پایه دروغ و پنهانکاری باشه. من تو زندگیم زجر زیادی کشیدم و اشتباه بزرگم این بود که همه مشکلاتو با پسرم مطرح کردم. در تمام این سالا اون به حرفای من گوش کرد و هیچی نگفت، ولی همه اونا رو توی دلش نگه داشت. انجلی، مسئله برمیگرده به زمانی که اون 4 سالش بود. پدر دیو یه آدم معتاد بود و به خاطر همین مسئله زندگیشو نابود کرد. دیو خیلی سعی داشت به اون نزدیک بشه، ولی پدرش به خاطر مشکلاتش از اون دورتر و دورتر میشد. بعدش هم پدرش فوت کرد، اونم به بدترین شکل ممکن. از اون لحظه به من اون بچه کوچولو فقط شاهد فقر و نداری و بی خانمانی بود، شاهد گریه و زاری مادرش. یه قولی به من بده آنجلی، هیچ وقت تنهاش نذار. بهم قول بده، بهم قول بده آنجلی. چشم مادر، قول میدم همیشه کنار دف بمونم و هیچ وقت تنهاش نذارم. قول میدم. उन्होंने इतनी खातिर की मेरी चांदनी की, मैं तुमसे क्या कहूं? अच्छा भाई, मैंने उनसे कहा कि मैं तो खाना वाला खाकर आया हूं, फिर भी जिद करते रहे कि नहीं खाना खाना ही पड़ेगा। मैंने फिर हाय मामा। हाय पापा। हाय प्रिंसेस। इस बार लंदन से बहुत जल्द लौट आए। लंदन से दिल्ली गए थे? दिल्ली से आ रहे? दिल्ली से? हाँ। तो आपने मुझे एक फोन क्यों नहीं किया? मैं एयरपोर्ट आ जाती आपको लेने। इट्स ओके, तुम्हें फुर्सत मिलेगी तब ना। मामा कहाँ थी सुबह से? तू देखा पापा, मामा को तो अपनी बेटी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मामा को हो या ना हो, पापा को तो है। पापा अब देखना ये है कि हमारी बेटी को हम पर कितना भरोसा है। आपको कोई शक है पापा? नहीं, बिल्कुल शक नहीं है।
इसलिए तो आपकी जिंदगी का इतना अहम फैसला आपसे पूछे बगैर कराए हैं। कैसा फैसला? बता दो। बताइए ना। आप जानती हैं दिल्ली क्यों गए थे? क्यों? आपका ब्याह तय करने। मेरा ब्याह? हाँ, या मैरिज? आपका ब्याह? मैं बहुत खुश हूँ अंजलि। मैं बहुत खुश हूँ। शर्मा गई? चांदी, घर का बहुत अच्छा है, खूबसूरत है, आदर्शवादी है, खानदानी है, बहुत अच्छा लड़का है वो। सच? पापा, من نمیتونم این ازدواج رو قبول کنم. چرا دخترم؟ چون من به کسی دیگه قولی. اون کیه؟ کیه؟ اوف دیو، کیا پاگل کی طرح ہنس رہے ہو؟ میں مذاق نہیں کر رہی ہوں، سچ کہہ رہی ہوں. میں نے پاپا کو سب کچھ بتا دیا ہے اور وہ آج ہی تم سے ملنا چاہتے ہیں. اور جانتی ہو آپ کے پاپا مجھ سے مل کر کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ لات مار کر مجھے اپنے محل سے باہر نکال دیں گے. میرے پاپا کوئی جنگلی نہیں ہے سمجھے، اور تم بھی جنگلی بن کر میرے گھر مت آ جانا. صاف ستھرے کپڑے پہن کر، داڑھی واڑی بنا کر، اور یہ چپل تو بالکل ہی نہیں، اور منہ پر تالا لگوا کر آنا، اور پھر بڑی نرمی سے پاپا سے میرا ہاتھ مانگنا. کیوں کیوں مانگوں میں تمہیں کسی سے؟ اگر میں چاہوں اڑا کر لے جا سکتا ہوں. اے مسٹر آرگن، میں کہیں اڈنے وڈنے والی نہیں تمہارے ساتھ. تمہیں میرے گھر آ کر باقاعدہ میرا ہاتھ مانگ کر جانا پڑے گا. اور سنو، مجھے بہت دیر ہو رہی ہے، ٹھیک وقت پر آنا، 5 بجے، بالکل لیٹ مت ہونا ورنہ پاپا بہت ناراض ہو جائیں گے. جون بھی لیٹ، ہاں پاپا ناراض ہو جائیں گے. اوکے بائے. ہاں، اور وقت پہ آنا ورنہ وقت نکل جائے گا. برام خیلی سخته که با پدر آنجلی آشنا بشم، ولی خوب چاره‌ای نیست، به هر حال باید این کارو بکنم. This is Dev. Dev, this is my father. अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? आओ बेटा बैठो. जी. आओ बैठो, यहाँ बैठो. داریم به دمپایی من نگاه میکنی نه؟ تازه یه سوراخ هم داره که شاید از اونجا دیده نشه. این همه چیز بیچاره از بس تو پام بوده سوراخ شده. دیو سب کن حرفمو بزنم. راستش آنجلی میخواست من لباسمو عوض کنم و یه لباس مرتب بپوشم، ریشمو اصلاح کنم و دهنمو ببندم. اون نمیدونست شما در مورد من چی فکر میکنین. خب چی فکر میکنین؟ من هر چی که هستم همینم. خب تو کی هستی؟ آدم خاصی نیستم، یه آدم کاملا معمولیم که دختر شما رو دیوانوار دوست دارم. ولی خب کسی که دختر شما رو دوست داشته باشه نباید یه آدم معمولی باشه. نه، من هیچی ندارم، نه مال ثروت، نه خونواده، فقط یه چیز دارم که فعلا تو دستای شماست. الانم اومدم اونو بگیرم. خب اگه من اونو ندم چی؟ ها؟ شما اون وقت به زور ازتون میگیرم. جب میں نے تمہیں پہلے دیکھا تو مجھے لگا کہ تم بد دماغ ہو، لیکن اب احساس ہوا کہ تم صرف بد دماغ ہی نہیں بلکہ بدتمیز اور جاہل آدمی ہو، جسے نہ اپنے گزرے ہوئے کل کا پتا ہے اور نہ آنے والے کل کا. انجلی، یہ ہے تمہاری پسند جو تمہیں دو وقت کی روٹی نہیں کھلا سکتا، جو اپنا اور تمہارا پیٹ پالنے کے لیے تمہارے باپ کے پھینکے ہوئے ٹکڑوں کا محتاج رہے گا. یہ ہے اس کی اوقات. آپ کی اوقات کیا ہے؟
आपके पास धन है, आपके पास रईसी है, तो आपने अपनी औकात ऊंची कर दी। मेरी बात मानिए, औकात मोहब्बत के दौलत से बनती है जो मेरे पास है। तो बताइए, किसकी औकात ऊंची हुई, आपकी या मेरी? गरीब कौन है, मैं या आप? रईस कौन हुआ, आप या मैं? Get out. पापा, out. देव, तुम चलो. Get out. देव, out. चलो. Out of my house and out of my child's life. برو بیرون دیوی. چه کنی؟ پدر تو هیچ وقت منو قبول نمی کنه انجو. بیا با هم همین الان بریم. نه. برای چی؟ من بعدم میام پیش تو. الان از اینجا برو. خواهش میکنم برو. قول میدی انجلی؟ آره دیو، تو حالا برو. قول. خواهش میکنم بهم قول بده انجلی. قول میدم برو. دیدن این اسلحه تو دست من تعجب کردی انجلی. نگران نباش، هدف این اسلحه تو نیست، یعنی نمیتونی باشی. من تا به حال روی تو حتی دست بلند نکردم. معمولا پدر و مادر رو نمیخوان بچه ها ضربه بخورن، ولی بچه های زیادی هستن که اصلا براشون مهم نیست چی به سر پدر و مادرشون میاد. خیلی راحت اونا رو نادیده. درست مثل کاری که تو امروز با من و مادرت کردی انجلی. من این کار تو هیچ وقت فراموش نمی کنم. وقتی تو به دنیا آمدی مادرت مریض شد. دکتر گفت یه هیچ وقت بچه دار نمی شه. اون دلش می خواست یه پسر داشته باشه، ولی متاسفانه نمی شد. من بهش اطمینان دادم که دختر یا پسر هیچ فرقی نداره، هر دوشون با محبت و مهربونن، هر دوشون. ولی تو امروز به من ثابت کردی که اشتباه کردم. انجلی، تو با این کارت آبروی منو بردی، کار خوبی با من نکردی. حق من این نبود انجلی، اونم به خاطر یه احساس زودگذر، احساسی که اصلا نمیشه بهش اعتماد کرد، به خاطر یه پسر آسمون جل. انجلی، من هیچ وقت به تو زور نگفتم و مجبورت نکردم کاری بکنی، ولی اگه میخوای منو نابود کنی ازت میخوام همین الان این کارو بکنی، همین الان، چون من دیگه تحمل ندارم. یعنی واقعا این نتیجه زحمتهایی که کشیدم، تمام اون هزینه که صرف تحصیل تو کردم؟ واقعا من پدر بدی برای تو بودم انجلی؟ گوش کن دخترم، آدم های زیادی ممکنه سر راه تو قرار بگیرن، ولی اگه آدم هایی مثل اون پسر رو قرار انتخاب کنی، از همین حالا بهم بگو انجلی. در غیر این صورت بهتر منو بکشی. بگیر منو بکش، چون پدر بدی برای تو بودم. زود باش دیگه. چرا معطلی؟ زود باش، زود باش انجلی، منو بکش. زود باش. نه بیدم، منو ببخش بدم، منو زندگی رو نمیخوام. آخه مگه میشه شما رو اذیت کنم و خوشبخت بشم؟ من دوستتون دارم، خیلی دوستتون دارم. من همون کاریو میکنم که شما بگی، با همون کسی که شما بخواین ازدواج میکنم. ولی پدر، الان جلو ما نگیری، الان یه نفر منتظر منه، من بهش قول دادم که میام. اجازه بدین به این قولم عمل کنم پدر، فقط همین یه بار. خواهش میکنم لطفا بذار بره، من به دخترم اعتماد دارم.
مطمئنم اون همون کاری رو میکنه که شما ازش میخواین. بهش اجازه بدین. باشه، من به قولی که تو دادی احترام میذارم. هر جا که میخوایی بری خودم میبرمت. میدونستم که میایی، میدونستم که به خاطر من پدرت رو ول میکنی آنجلی، میدونستم که میای. دیو، تو اشتباه میکنی. من پدرم رو ول نکردم، اومدم با تو خداحافظی کنم. بازم داری شوخی میکنی آره؟ نه من شوخی نمیکنم دیو، من حرف پدرم رو قبول کردم. حالا باید با کسی ازدواج کنم که اون انتخاب کرده. جو وعده مجھسے کیا تھا قبل از اینکه تو به زندگی من بیایی پدر و مادرم تو زندگی من بودن. قبل از تو، خیلی قبل از تو، من به اونا یه قول دادم، یه قول که هر دختری که به دنیا میاد به پدر و مادرش میگه. من به اون قولم عمل میکنم دیو، کاریو میکنم که اونا بخوان. مگه اون موقع که عاشق شدی این نظر پدر مادر تو پرسیدی؟ تو خیلی خودخواهی آنجلی. فوش بده، هرچی میخوای بگو، ولی من همون راهیو میرم که اونا برام انتخاب کردم. حتی اگه انتخابم باعث مرگم بشه. اگه واقعا میخواستی بمیری خودتو میداختی تو یه دره و میمردی. نباید این کارو با من میکردی آنجلی. اگه به فکر آبروی پدر و مادرم نبودم همین کارو میکردم. من مجبورم زندگی کنم، ولی تا آخر عمرم هیچ وقت رو فراموش نمی کنم. تو زندگی میکنی آنجلی، کسی که میمیره منم. من بدون تو نمیتونم زنده باشم آنجلی. نیچی سکتم یه تو سوچو دوباره بگر میرا کیا ہوگا. تم ایسا نہیں کر سکتی آنجلی، تم ایسا نہیں کر سکتی. دیو، با تموم شدن یه رابطه زندگی تموم نمیشه. برو برای خودت یه زندگی جدید بساز. بدون تو؟ بدون من، ما یکی بهتر از من. پس تو تصمیمتو گرفتی؟ تصمیم گرفتی منو نابود کنی آنجلی؟ خب گوش کن چی بهت میگم. من به این راحت شا نمیذارم تو از پیشم بری. همه چیزو میسوزونم و نابود میکنم. تو همچین کاری نمی کنی دیو. دیو، تو همه چیزو بیارزش نمی کنی. منو چون یه پدر و مادرم شرمنده نمی کنی به هم قول بده. دیگه بهترش قولی به هم دیگه ندیم آنجلی. آره دیو، بهتره هیچ چیزی ازت نخوام. هیچ. من دیگه میرم دیو، من میرم. صبر کن، تو اون قولی رو که به من داده بودی زیر پات گذاشتی، ولی یه قول دیگه هم به مادرم داده بودی. حالا چی بهم بگم؟
به مادر بگو برای عمل به قولی که به پدر و مادرم دادم زندگی مادر دیگر رو شکستم. اون مادره ده. اومدی پسرم، خیلی دیر کردی. آره مادر، دیر کردم. از این به بعد همیشه هم دیر میام. دیگه هیچ انگیزه ای ندارم سو بیام خونه مادر. ده، تو حالت خوبه؟ آره آره حالم خوبه. نه حسابی خوشحالم مادر. چرا حرف من رو باور نمی کنی؟ نه دف، تو حالت اصلا خوب نیست. چشمای تو چیز دیگه میگه. چی شده ده؟ همه چی تموم شد مادر. من دلشو شکستم. دیگه اونو نمیبینیش مادر. منم دیگه هیچ وقت نمیرم دیدنش. من دیگه به دیدن آنجلین نمیرم. تو داری دروغ میگی دف. نمیتونی این کارو بکنی. تو پسر منی، نمیتونی دل کسی رو بشکنی. داری دروغ میگی دف، مگه نه؟ آره مادر، دارم به دروغ میگم. من پسر تو هم. من چطور میتونم دلی کسی رو بشکنم؟ چطور میتونم کسی رو ولش کنم؟ اون منو ول کرد مادر. میدونی مادر، میدونی وقتی بهش گفتم تو به مادر من قول دادی چی بهم گفت؟ میتونی فکرشو بکنی؟ اون چه جوابی به من داد مادر؟ میدونی اون چی بهم گفت؟ اون گفت مادرت میفهمه. تو میتونی بفهمی مادر؟ تو واقعا میتونی بفهمی؟ تو میتونی بفهمی مادر؟ مادر. 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 زمین پہ فلک سے پری سہرا سہانا لگتا ہے
دلہن کا تو دل دیوانہ لگتا ہے, دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے, دلہن کا تو دل دیوانہ لگتا ہے. پل بھر میں کیسے بدلتے ہیں رشتے, پل بھر میں کیسے بدلتے ہیں رشتے, اب تو ہر اپنا بیگانا لگتا ہے, دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے, دلہن کا تو دل دیوانا لگتا ہے. پھیروں سے بندھا جنتوں کا یہ بندھن, پیار سے جوڑا ہے رب نے پریت کا دامن, سات پھیروں سے بندھا جنتوں کا یہ بندھن, پیار سے جوڑا ہے رب نے پریت کا دامن, ہیں نئی رسمیں نئی قسمیں نئی الجھن, ہونٹ ہیں خاموش لیکن کہہ رہی دھڑکن 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 میری دھڑکن دھڑکن تیری دھڑکن 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 धड़कन 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 मेरी धड़कन मेरी धड़कन, मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है, मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है. اب تو ہر اپنا بیگانا لگتا ہے, دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے, دلہن کا تو دل دیوانا لگتا ہے, دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے, دلہن کا تو دل دیوانا لگتا ہے. مشکل مشکل دامن کو چھڑانا لگتا ہے, دلہن کا تو دل دیوانا لگتا ہے, مشکل دامن کو چھڑانا لگتا ہے, دلہن کا تو دل دیوانا لگتا ہے, پل بھر میں کیسے بدلتے ہیں رشتے, اب تو ہر اپنا بیگانا لگتا ہے, دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے,
लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है दूल्हे का सेहरा لعنتی چقدر گرمه جالبه بابان حسابی ما رو اینجا کاشته آخه دیگه اون شده برای ما مالک مالکم که هر وقت دلش بخواد میاد سر کارش من نمیفهمم مادر شما چرا اینقدر این راننده رو گذاشتین رو سرتون خیلی وقت پیش باید بیرونش میکردین مگه تو شهر به این بزرگی قحطی راننده است؟ نه بابی قحطی راننده نیست ولی پیدا کردن یه آدم مورد اعتماد خیلی سخته ضمناً بابان برای ما یه راننده نیست عضو خانواده‌مونه یه عضو وفادار کاملا حق با توه میبینی بابی میبینی طرز فکر برادرت چقدر مثبته بله زنده باشی پسرم عروس خانم فقط بابان نیست که برای ما کار میکنه بلکه پدر و پدر بزرگش هم برای خانواده ما کار میکردن خدا رو شکر بالاخره بابان اومد برادر جان سلام 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 خوش اومدید عروس خانم خوش اومدید خوش اومدید برادر جان تبریک میگم چقدر قشنگ صحبت میکنی آفرین آفرین پسر خوش ذوق دیگه بگو ببینم چی بلدی بگو برو عقب ببینم ببخشید مادر جون خیلی حرف میزنیم چی میگه؟ توی این گرما ما رو منتظر گذاشتی؟ بریم بابی من یه جای کار دارم رام؟ بله مادر تو عروس خانمو با این ماشین گل زده بیار ما هم با بی ام وی میریم باشه مادر احمق پر هست بفرمایید چی شده؟ چرا نمیه عروس خانم؟ بفرمایید عروس خانم داداش زن داداش درسته که ما با داداش ناتنی هستیم ولی داداش ما رو از خواهر و برادر تنیشم بیشتر دوست داره مگه نه داداش؟ من نه فقط شما رو دوست دارم بلکه به شما وابستم هستم دستور مادر برای من خیلی با ارزشه چقدر پسرم خوب حرف شنوه ولی خب پسرم حالا دیگه عروس خانم اومده توی این خونه از این به بعد حرف اینه مگه نه؟ نه مادر همیشه حکم شما تو این خونه بود از این به بعدم همینطوره زنده باشی پسرم بیا عروس خانم حالا میتونی بیای تو؟ بیا زن داداش بیا ماریا بله خانم ببر به زن داداش جاشو یعنی اتاقشو نشون چشم خانم بفرمایین بیاین بریم ببینین اتاق خیلی قشنگی مطمئنم که خوشتون میاد فکر میکنم میخواد بارون بیاد اگه اینجا وایسی خیس میشی و میترسی بارون بباره یا طوفان بشه من از چیزی نمیترسم
شما که گفتین از چیزی نمی ترسین. من بعضی وقت از صدای رعد و برق می ترسم. راسته. خوب دیگه از چه چیزی می ترسی؟ به من بگو. بگو. من که گفتم از چیزی نمی ترسم. من دختر این دور و زمونم. من مال دوران قدیمم، یادم نبود. خب حالا بگو ببینم یه پسر قرن 19 با یه دختر قرن 21 چجوری میتونه زندگی کنه؟ این کارو نکن. دستتو بکش. لازم نیست سعی کنی خودتو مهربون به منشون بدی. من اصلا از ریاکاری خوشم نمیاد. یه دختر قرن 21 شب عروسیش باید اینجوری حرف بزنه؟ من فقط حرف نمیزنم. ببین با زور نمیتونی جلب محبت بکنی، میفهمی؟ چرا فکر میکنی که من میخوام با زور این کار رو بکنم؟ خب بگو ببینم چرا با من اینطوری برخورد میکنی؟ نمیخوای بگی گناه من چیه؟ گناهت اینه که من نمیخواستم ازدواج کنم. همین. که اینطور؟ پس میخواستی چی کار کنی؟ هر کاری، ولی نمیذاشتم رویاهایی که داشتم از بین برن. منم نمیذارم رویاهات از بین برن. انجلی به من نگاه کن، اگه نتونیم زن و شوهر خوبی باشیم، حداقل دوست که میتونیم باشیم. و اولین اصل دوستی اصل برابری. من از این به بعد کاری نمی کنم که برخلاف نظر تو باشه. تو هم نباید کاری بکنی که من ناراحت بشم. کم کم همدیگر میشناسیم و با روحیات هم آشنا میشیم. اینطوری نه اصول قرن 21 تو زیر پا گذاشته میشه، نه احساسات قرن 19 من لطمه میبینه. خب حالا نظرت چی؟ موافقی؟ و اما امشب یا شبهای آینده من میتونم برم جای دیگه بخوابم، ولی اینجوری خانواده منم میفهمن و ناراحت میشن. درسته؟ خواهش میکنم اینقدر زندگی رو سخت نگیر. همه چی درست میشه. خب حالا دیگه من خیلی خوابم میاد. تو هم بهتره بخوابی. زود باش، دیر وقته. بگه بخواب. بخواب. जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट स्वामी जय जगदीश हरे ए खुदावंद दुनिया व हस्ती मारिया صدای آقاست. آقا هر روز صبح اینجوری دعا میخونه. اون آدم دینداریه. خیلی خوبه مگه نه خانم؟ وشه بکار مٹاو پاپ هرو دیوا سوامی پاپ هرو دیوا شردھا بھکتی بڑھاو شردھا پریم جگاو سنتن کی سیوا ओम जय जगदीश हरे अंजलि چرا وایستادی؟ بیا تو. نه همینجا خوبه. اینجا یه معبد انجلی، درست نیست اونجا وایستی. بیا تو دعا بخون. بیا تو انجلی. بیا. تو به این مراسم اعتقاد داری؟ تو اعتقاد نداری؟ نه واقعا اعتقاد نداری؟ نه. چرا؟ تنها انجام این گونه مراسم کافی نیست. بیشتر آدم ها هر کاری دلشون بخواد میکنن،
بعد میان این مراسم رو انجام میدن. آخه چه فایده ای داره؟ نه انجلی، انجام این مراسم باعث میشه آدم ها به رفتار و کردار خودشون فکر کنن، با خدای خودشون راز و نیاز کنن. این برای هر انسانی لازمه. واقعا امیدوارم همینطور باشه که تو میگی. ای صبر کن، عصبانی شدی؟ انجلی تو خیلی زود عصبانی میشی. یه چیزی بهت بگم، هر موقع خیلی عصبانی شدی این حرف منو به یاد بیار. چشماتو بنداز پایین، یه نفس عمیق بکش، سه بار اسم خدا رو بگو، سه بار اسم خدا رو بگو، بعد یه دفعه آروم میشی. اه تو چرا چیزی به فرق سرت نزدی؟ ها؟ خانم چای؟ بذارش همینجا. صبح خیر مادر. صبح خیر عزیزم، بیا شیرینی بخور، خیلی خوشمزه است. صبح خیر مادر. آه صبح خیر. باب یعنی چی؟ هنوز آماده نشدی؟ اون الان میاد، مگه نمیری دفتر؟ میخواد بیاد میخواد نیاد، کی بهش اهمیت میده؟ من که برده اون نیستم. فعلا که بردش هستی، یادت نره که هنوز همون 75% سهم داره و ما 25% ناقابل، 1/4 سهم. مادر واقعا پدر در حق ما ظلم کرد. نیکی بازم داره پشت سر پدرت. ای باب تو چرا هنوز آماده نشدی؟ ما باید از هر اتفاقی که تو اون دفتر میفته خبر داشته باشیم، مگه نه؟ خب درسته خواهر جون، ولی برای این کار باید حتما چاپلوسی رامو کرد. آدم زرنگونیه که ببینه باد از کدوم جهت میوزه همون طرف خم بشه، بعد به موقعش دشمنو بزنه زمین. این موقعیت کی میخواد برسه مادر؟ باید صبر داشته باشی عزیزم، صبر. عروس خانم، عروس خانم. بله. بیا اینجا. به به، از موهای خیس تازه عروسا خیلی خوشم میاد، واقعا قشنگن. معلومه که خیلی هم به موهاش مینازه مادر. او چه ساری خوشگلیه، حاشیش چقدر قشنگه. واقعا باید سلیقه پدر مادرتو تحسین کرد، مثل اینکه خیلی طلا و جواهر و ساری با خودت آوردی. یه کاری بکن، طلا و جواهراتتو بده به من نگه دارم، هر موقع لازم داشتی بهم بگو بهت میدم. آخه چرا؟ طلا و جواهراتمو بدم شما نگه دارین، من خودم بلدم چطوری از وسایلم مواظبت کنم. میدونم تازه عروسی، ولی خانم توی این خونه اصول و قانونای من حاکمه، یادت نره. نه خیر، من اصول زندگی خودم و خودم تعیین میکنم، نه کس دیگه. خیلی زبونش درازه مادر، اون باید ادب بشه. چی؟ تو چی گفتی؟ دوباره تکرار کن. من گفتم آخه من چی میتونم بهت بگم دخترم؟ چی میتونم بگم؟ من یه مادرم، یه مادر، گناهم فقط اینه که ناتنیم. آه خدای من، چرا قبل از اینکه عروسم اینجوری با صدای بلند با هم صحبت کنه من نمردم؟ چیه مادر؟ چی شده؟ رام، من دیگه از خدمتکار این خونم کمتر شدم. من به عروس خانم گفتم طلا و جواهراتشو بده من نگه دارم، گفتم نکنه یه اتفاقی براشون بیفته، من فقط همینو گفتم، بعد اون عصبانی شد. تا حالا بچه های خودم با من اینجوری صحبت نکرده بودن، خیلی بد بود. من صدامو برای شماها بلند کردم یا شماها که با من بد صحبت کردین؟ چرا دارین فیلم بازی میکنین؟ کافیه دیگه، از مادر معذرت خواهی کن. تو نمیدونی چی شده اون وقت. گفتم از مادر معذرت خواهی کن. نه انجلی،
قبلا بهت گفته بودم نمیتونی منو به زور وادار به کاری بکنی. مادر فقط طلا و جواهراتو خواسته، برو بده بهش. امکان نداره. واسه چی طلا و جواهراتمو بدم به اون؟ اونا رو پدر مادرم برام خریدن. تازه فقط موضوع این چیزا نیست، موضوع اینه که میخواد به من دستور بده. منم دارم همینو میگم، طلا و جواهرات مهم نیست، مهم احترام گذاشتن به بزرگتره. ببین من بیشتر از اونا برا طلا و جواهر میخرم. حالا که مادرم این حرفو گفته باید قبول کنی. برو بهش بده. امکان نداره من همچین کاری بکنم. تو الان عصبانی هستی، میدونم وقتی آرومتر شدی کاری رو که درست انجام میدی، اینو مطمئنم چون تو رو خوب میشناسم. خواهش میکنم این کارو بکن. گوش کن، من این کارو نمی کنم. مسخره. خانم چی کار دارین میکنین؟ کجا میخواین برین؟ خونه خودم. خانم خونه شما همینجاست. اینجا خونه من نیست. چی دارین میگین خانم؟ به خاطر حرفای اونا میرین؟ خانم اونا از خداشونه که شما بذارین برین. چی؟ آره خانم، قسم میخورم. بیاین نشونتون بدم. بیاین خانم بیاین. مادر واقعا عالی بود، چه نقشی بازی کردی. باید جایزه بهترین هنرپیشه زن سالو به تو بدم. خیلی ممنون. ولی اون رام عجب احمقی. آره ولی دیدی دختره چه جرعتی داشت، حسابی زبون درازی کرد. خیلی پر روه. نه ازت معذرت خواهی کرد، نه تا الان طلا جواهراتش را آورده. اون طلا جواهرات که بالاخره میاد، حالا میبینی. مگه میشه من یه دستوری به رام بدم و اون اطاعت نکنه؟ امکان نداره. واقعا خیلی احمقه نه مامان؟ نمیدونی ماها چقدر ازش نفرت داریم، نمیدونی چقدر ازش بدمون میاد. احمق. میدونی مامان نقشمون خیلی خوب گرفت، تونستیم حسابی گولش بزنیم. مگه میشته؟ پس نبردی طلاها رو بدی، حرف مادر منو زمین انداختی. مادر خواهر برادر، خیلی دوستشون داری؟ آره میپرستیشون، خیلی بهشون اعتماد داری. ولی تا حالا فکر کردی که همین آدم ها در مورد تو چه نظری دارن؟ تو دلشون چه احساسی نسبت به تو دارن؟ منظور چی؟ جرأتشو داری بشنوی؟ پس گوش کن، از تو نفرت دارن، نفرت. همشون از تو بدشون میاد، پشت سرت بهت میخندن، فکر میکنن تو یه احمقی، بهت میگن احمق. اینا رو میدونستی؟ ها؟ آره میدونستم، همش رو میدونستم، از همه چی با خبرم. ولی بازم دیوانه وار دوستشون دارم انجلی. میدونی چرا؟ برای این که نفرت رو فقط میشه با عشق و محبت از بین برد، فقط با عشق و محبت. میخوام اونقدر بهشون محبت کنم، اونقدر بهشون محبت کنم که بالاخره یه روزی مجبور بشن منو دوست داشته باشن. اصول و باورای من اینه، من به اینا اعتقاد دارم. با خوبی میشه بدی رو از بین برد، همیشه روشنایی تاریکی رو از بین میبره. با آرامش و سکوت میشه حسادت دیگران از بین برد. ما داریم بین انسان ها زندگی میکنیم، باید انسان باشیم که بتونیم زندگی کنیم. یه انسان واقعی، همون کاری رو که من بهت میگم بکن. بیا بریم، همه اون طلا و جواهراتو بده به مادر. با احترام به مادر از احترام تو کم نمیشه.
دل نے یہ کہا ہے دل سے محبت ہو گئی ہے تم سے دل نے یہ کہا ہے دل سے محبت ہو گئی ہے تم سے میری جان میرے دل بھر میرا اعتبار کر لو جتنا بے قرار ہوں میں خود کو بے قرار کر لو میری دھڑکنوں کو سمجھو تم بھی مجھ سے پیار کر لو دل نے یہ کہا ہے دل سے محبت ہو گئی ہے تم سے میری جان میرے دل بھر میرا اعتبار کر لو جتنا بے قرار ہوں میں خود کو بے قرار کر لو میری دھڑکنوں کو سمجھو تم بھی مجھ سے پیار کر لو دل نے یہ کہا ہے دل سے محبت ہو گئی ہے تم سے تو چاند تاروں کو توڑ لاؤں گا میں ان ہواؤں کو ان گھٹاؤں کو موڑ لاؤں گا میں ہو تم جو کہہ دو تو چاند تاروں کو توڑ لاؤں گا میں ان ہواؤں کو ان گھٹاؤں کو موڑ لاؤں گا میں مجھ سے آنکھ چار کر لو جتنا بے قرار ہوں میں خود کو بے قرار کر لو میری دھڑکنوں کو سمجھو تم بھی مجھ سے پیار کر لو دل نے یہ کہا ہے دل سے محبت ہو گئی ہے تم سے سمجھو تم بھی مجھ سے پیار کر لو
تم بھی مجھ سے پیار کر لو تم بھی مجھ سے پیار کر لو دل سے محبت ہو گئی ہے تم سے میری جان میرے دل بھر میرا اعتبار کر لو جتنا بے قرار ہوں میں خود کو بے قرار کر لو میری دھڑکنوں کو سمجھو تم بھی مجھ سے پیار کر لو How dare you? خبردار جو مجھے چھونے کی کوشش کی کس حق سے تم نے مجھے چھوا تمہارا کوئی حق نہیں ہے مجھ پہ کیوں بار بار میرے قریب آنے کی کوشش کرتے ہو دور رہو مجھ سے پیار کر لو کجا داری میری؟ پرسیدم کجا داری میری؟ هی ماریا من یه چند روزی میرم مسافرت کی برمیگردی؟ معلوم نیست من اینجا تنهایی چیکار کنم؟ همه که خونه تنها نیستی تازه تو که خیلی دوست داری تنها باشی اگه به چیزی احتیاج پیدا کردم چی؟ به چیزی احتیاج پیدا نمی کنی تازه هر کسی باید بلد باشه کارهای خودش خودش انجام بده میشه بری کنار؟ بله خانوم الو الو زن داداش بابی هستم خب بگو زن داداش چیزه یه کار ضروری باهاتون دارم میخوام باهاتون مشورت کنم من پایین تو کتاب خونم میشه بیان اینجا چه کار ضروری پیش اومده بیاین میگم باشه خب بابی با من چی کار داشتی؟ میخوام کمی در مورد رام باهاتون صحبت کنم منظور چیه؟ چی میخوای بگی؟ ای بابا خودتون چه میدونید ما با هم یه قراری میذاریم هیچ کس از این قرار با خبر نمیشه منتها شما باید یه قولی به من بدین
این بستگی به خودتون داره. قبلنم بهتون گفتم در مورد رام. آقا رسیدیم خونه. خیلی ممنون بابا. خواهش میکنم. این بیچاره معلوم نیست امروز چشه. خجالت نمیکشی؟ به چه جرأت این حرفا رو به من میزنی؟ رام شوهر منه، برادرته. دروغه، کاملا دروغه. باب هیچ وقت بر علیه تو کاری انجام نمیده. کاملا حق با شماست مادر. بابی امکان نداره چنین کاری بکنه. تقصیر خودش بوده. خودشم به اون را میزنه. ای بابا الان چند روزه که راجب رام با من صحبت میکنه. میدونی ماما وقتی بهش گفتم تو حق نداری راجب رام چنین چیزی بگی به من چی گفت؟ گفت شما هیچ کدوم رامو نمیشناسین. نمیدونین اون چه مارمولکیه. دروغگو. همشو داره دروغ میگه. رام اینه همشون با هم همدست شدن و دارن دروغ میگن. خواهش میکنم حرفای اونو قبول نکن. من دارم راستی شده بازه. چه حرفای تو رو باور کنه؟ اون میدونه که هرچه من میگم درسته. مگه نه رام؟ مادر شما دارین دروغ میگی. تو چی داری میگی رام؟ بس دیگه دروغ بس. همه تون دارین دروغ میگین. خدا میدونه چند روز، چند ماه، چند سال دروغ پشت دروغ گفتین و منم هیچی نگفتم و تحمل کردم. فقط به خاطر اینکه شاید یه روز این نفرت بیموردی که از من داریم به محبت تبدیل بشه. ولی دیگه نمیتونم تحمل کنم. انجلی ایران دروغ نمیگه. من همه حرفاتونو قبول کردم ولی نمیذارم به انجلی تهمت بزنین و بگین علیه من حرفی زده. عجب، پس حرفای ما رو باور نمیکنی ولی حرفای اونو میپذیری. پس دیگه ما توی این خونه کاری نداریم. باشه، ما از اینجا میریم. میریم توی اون خونه ای که توی مزرعه است. باشه، هر طور که صلاح میدونید. این تصمیم شما حتما تصمیم درستی. هر طور که میلتون. باشه باشه، بریم 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 نیکی، بریم با. ما از اینجا میریم. سب کن. من همه ی حرفاتون رو قبول کردم ولی نمیزنم به آنجلی تهمت بزنید و بگین علیه من حرفی زده. نمیزنم به اون تهمت بزنید. نمیزنم. ना ना करते प्यार हाय मैं कर गई कर...
क्या देख रहे हो? You're looking so beautiful. आज बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम. बात नसरों की है, वरना बात कुछ भी नहीं. Happy anniversary, wifey. Happy anniversary, hubby. I love you. अरे ये दूल्हा दुल्हन बने 3 बरस हो गए, हनीमून का नशा अब तक नहीं उतरा. Oh my baby. आप बिना मिसेज मल्होत्रा कभी नहीं मानेंगी. अच्छा वो आपके गेस्ट आने वाले थे लंदन से, क्या हुआ? उन्हीं को देख रही हूँ, अब तक नहीं आए. अच्छा यार अपनी बीवी को कभी दोस्तों में भी टाइम पास कर लिया? मेरे घर से बन गया. ओह नो, ये तो बड़े ही चिपकू हैं. ओह मिसेज मल्होत्रा. अच्छा अंजलि, इट वॉज वेरी वेरी स्वीट ऑफ यू. दरअसल मेरी मेहमान दिल्ली में नए नए आए हैं और मैं चाहती हूँ कि वो दिल्ली की हाई सोसाइटी का माहौल भी देखे. ओह नॉट एट ऑल मिसेज मल्होत्रा, आपके मेहमान तो हमारे मेहमान. ओह यू आर सो स्वीट. अरे वो आ गए. दैट्स डेव. डेव अंजलि, दोस्तों को चाहे कितना भी मना कर लो लेकिन वो तोहफे जरूर भेजते हैं. उनका प्यार दिखाने का तरीका ही अलग है. इतना कीमती तोहफा ये किसने भेजा? विद बेस्ट विशेस, देव. देव, ये कौन सा दोस्त है हमारा? वो मिसेस मल्होत्रा. मिसेस मल्होत्रा के वो दोस्त, वो जो लंदन से आए हैं. लेकिन जाना, इतना कीमती तोहफा देने की क्या जरूरत है उन्हें? तो लौटा देंगे. नहीं, नहीं नहीं नहीं, इतने प्यार से दिया उन्होंने, रख लेते हैं इसे. एक काम करते हैं, अपने तरीके से लौटाते हैं. क्या ख्याल है तुम्हारा? ठीक है. मैं देखता हूँ, पकड़ो उसे. हेलो, हाँ मिसेस मल्होत्रा जी, बोलिए. या जी, आप ही की बात कर रहे थे. कल रात, एक मिनट जरा मैं अपनी बीवी से पूछ लूँ. एक सेकंड. अंजलि, वो जो मिसेस मल्होत्रा का गेस्ट है ना, देव साहब, वो उन्होंने एक पार्टी दी है. वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि हम दोनों वहाँ पहुँचे, तो क्या ख्याल है? जो आप ठीक समझे तो हाँ कह दूँ. आई लव यू. हेलो, हाँ जी, हाँ हम पहुंच जाएंगे, हम दोनों आ रहे हैं. ओके मिसेस मल्होत्रा, ओके थैंक यू, गुड डे. खूब इन आवाजीन अंजाम शद, اونا میان ده. ممنونم. خیلی ممنونم خانم مونترا. این کارو فقط شما میتونستین بکنین. بدون شک مهمونی یکی از بهترین مهمونی‌های این شهر خواهد بود. ما میدونین کی به من کمک میکنه؟ شریک تجاری و دوست من که همیشه همراه من. اینطور نیست؟ چرا که نه؟ از لندن تا اینجا اومدم که همین کارو بکنم. دیف شیتل ورما همیشه کمکت میکنه. آه شیتل، تو یه دوست واقعی هستی. آدم شریکم پیدا میکنه باید یکی از شما رو پیدا کنه. خیلی خوب دیف، فردا توی مهمونی میبینم. خدافظ شیتل، فردا میبینم. میسیس ملهوترا، She's a number. من بعد از مدت ها تونستم این فرصت رو به دست میارم. کی میتونه
میتونست جلوی تو رو بگیره که اونو به دست نیاری. شرایط همیشه یکسان نیست. تا دیروز تو تنها بودی، الان همه دنیا با هاتن. واقعا از این که میبینم تونستی خیلی خوشحالم. تو هم خوشحالی دف؟ خیلی خوشحالم، خیلی خیلی خوشحالم. شتل، تا حالا من فقط ازش تعریف کردم و تو شنیدی، ولی وقتی ببینیش میفهمی که چرا در تمام این مدت اینقدر تلاش کردم و زحمت کشیدم. میفهمی که چرا با وجود اینکه مرده بودم به زندگیم ادامه دادم. همه رو میفهمی. میبینمش، حتما میبینمش. هاي، هاو ار یو؟ اوه، سو نایس تو سی یو. پلیز ویلکم، ویلکم. وات ا بیوتیفول پارتی، وات بیوتیفول پیپل. آی ام سو اکسایتد. Wow, this place is something. It's lovely and happening. Hi! तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? देव को जानती हो? हम्म. तो फिर? दिल्ली का हर आदमी यहाँ मौजूद है. फिर हम क्यों पीछे रह जाएं भाई? वैसे ये देव करता क्या है? कोई कहता है बिजनेस मैग्नेट है, कोई कहता है कंप्यूटर विजार्ड है, कोई कहता है किसी पॉलिटिशियन का रिश्तेदार है. सानू की अपना तो उसूल है, नाचो गाओ खाओ पियो और कैच आउट कर दो. ये मौसम की नई बहार है डार्लिंग, ही इज द फ्लेवर ऑफ द मंथ. राइट, फ्लेवर ऑफ द मंथ. चीयर्स. कम ऑन जॉन. हाय राम हैंडसम, यू कम. व्हाट अ लवली कपल. थैंक यू. हाउस इज वेटिंग फॉर यू. जानती थी मैं बुलाऊंगी, तुम जरूर आओगे. राम, दैट्स देव. देखिए ना, कब से आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं ये.
مجله بیا تو. بیا بیا تو. چرا وایسادی آنجلی؟ برو بشین بشین. چرا نشستی رو زمین؟ جای من همیشه ساکنه. دیف حال مادرت چطوره؟ مادر؟ اون مرد. چی؟ وقتی تو منو ول کردی رفتی من دوم آوردم، اما مادرم مرد. مادرت فوت کرد؟ آره فوت کرد. آرزوشم با خودش به گور برد، ولی من زنده موندم. هر لحظه هر دقیقه به تو فکر کردم و زنده موندم. میدونی آنجلی، وقتی تو من ول کردی و رفتی تو جیبم 50 پسم پول نداشتم، ولی الان 5 میلیارد روپیه پول نقد دارم. 5 میلیارد روپیه. میدونی راه طولانی 5 پسه تا 5 میلیارد رو چطوری طی کردم؟ تو فکرشم نمیتونی بکنی. من راه خودم رو میرفتم، خسته میشدم، زمین میخوردم، دوباره بلند میشدم، باز زمین میخوردم، بازم بلند میشدم، دوباره زمین میخوردم. اما صدای تو را مثل گرمای خورشید تو وجودم حس می کردم که می گفت بلند شو، تو باید بلند بشی، یک قدم دیگه، فقط یک قدم دیگه. همینطوری قدم به قدم جلو رفتم و این مسیر 50 پسه تا 5 میلیارد رو طی کردم. من یه چیز بهت بگم آنجلی، این چیزا برای من هیچ ارزشی ندارن، چون اگه تو نباشی هیچی برام وجود نداره. ولی تو داری اشتباه میکنی دیو، چون من الان متعلق به یه نفر دیگه هم. ولی آنجلی یادت نره که تو رو به زور شوهر دادن، نه به یه شخص، بلکه به پولش، به مقام و اسم و رسمش. دیگه امروز اون پول و مقام، اون اسم و رسم پیش منه، پس دیگه تو باید همسر من بشی. دیو نمیدونم منو به خاطر چی شوهر دادن، ولی اینو میدونم که کسی رو که باهاش ازدواج کردم میپرستمش. شوهر من اونه، شریک زندگی من اونه، هر نفس من، هر تپش قلبم پر از یاد رامه. دیو تو جایی نداری، جایی نداری، فراموش کن دیو، منو فراموش کن، همه چی رو فراموش کن، فراموش کن. آنجلی امکان نداره من بتونم تو را فراموش کنم، به هم دلیل نمیذارم تو هم منو فراموش کنی. هرگز این اجازه رو بهت نمیدم آنجلی. پس تو هم گوش کن دیو، من تا آخر عمرم فقط و فقط همسر رام هستم، فقط اون. %25
فقط 25%؟ واقعا که در حقتون خیلی ظلم شده. مگه ما گفتیم در حقمون عدالت رعایت شده؟ میدونین آقای دم، وقتی آدم با کسی نسبت فامیلی داره باید بهاشم بپردازه. مالی شما چرا باید بهاشو بپردازه؟ کی اینو گفته؟ یعنی چی؟ 50-50. الان شما 1/4 سهم دارید، اونم 3/4. خب برای چی برابر نشین ها؟ چطوره شما با من شد؟ این یه معامله است. خب بگیم ببینم آقای دیو، شما خودتون تاجر خیلی بزرگی هستید، چی شده که به کار ما علاقه مند شدیم؟ چطور شده به این فامیل ما علاقه مند شدیم؟ رقابت. بله فقط رقابت. اون روی قله ایستاده که روش فقط برای یک نفر جا هست و اونم منم. چرا که نه، من با شماییم. خب شما که مشکلات اقتصادی ندارین، شما از لحاظ اقتصادی تأمینین. برادر ما رو ببین، با سندهای خونه و شرکت این همه وام برای پروژه جدیدش برداشت، ولی این دفعه موفق میشه. مطمئنم که موفق میشه. نه این دفعه که هیچ، اون دیگه هرگز موفق نمیشه. هرگز. این چی آقای چوپران؟ پولی رو که بهتون داده بودم همین الان میخوام. ولی آخه چرا؟ برای اینکه لازم دارم. زمینان من اصلا به این پروژه شما خوشبین نیستم. این چه حرفیه که میزنی؟ این پروژه پیشنهاد شما بود، من به شما اعتماد کردم و سرمایه‌مو وسط گذاشتم. حالا چطور نظرتون عوض شده؟ من پولمو میخوام، همین. دوست ندارم بحث کنم. آقای چوپرا، این مبلغ خیلی زیاده، من از کجا میتونم به این زودی تهیه‌اش کنم؟ امکان نداره. باشه، اشکالی نداره. اگه شما نمیتونین، یه نفر دیگه حاضره همون مبلغی رو که من به شما دادم به من پس بده. آقای چوپرا، اون شخص کیه؟ آقای دیو. ببین آقای دیوان، کار مشکلات زیادی داره. یادتون رفته که تو اون مشکلاتتون من چقدر بهتون کمک کردم؟ فکر نمی‌کنی وظیفه شما هم این باشه که الان به من کمک کنی؟ آقای چوپرا اون سند رو داده به یه نفر دیگه. بله، من سعی کردم اون شخص رو ببینم، خواستم باهاش تماس بگیرم. آره بهش زنگم زدم، ولی متاسفانه نیومد صحبت کنه. من فقط اسمشو میدونم، اسمش دیوه. بله دیو. سلام داداش. تو رو صندلی من چی کار میکنی؟ مگه این صندلی بازم مال توه داداش؟ تا دیروز تو مالک 3/4 این شرکت بودی و ما مالک 1/4. امروز دیگه 50-50 هستیم. اون شریکمونم به من اجازه کامل داده رو این صندلی بشینم. پس دیگه همین انتظار داشتم، من از تو همین انتظار داشتم برادر من. حالا که نشستی رو این صندلی، یاد بگیر که احترامشم نگه داری. موفق باشی.
دب. انجام دادم، انجام دادم. رفت بیرون، بیرونش کردم. آره دب. دف دف دف، میفهمم چی میگی. اشکالی نداره رفیق، شراکت ما تازه شروع شده. حالا ببین بعدش چی کار میکنم. خیلی ممنون، بعد میبینم ات. نمیدونم اون با من چه دشمنی داره، چی میخواد، چرا افتاده به جون زندگی من. همه چی درست میشه، این گرفتاری هم تموم میشه. نه، اتفاقاتی که داره میفته اصلا به نفع ما نیست، ولی تو باید شجاعت خودتو حفظ کنی انجلی. حالا دیگه این خونه، این خونه رو از دست میدیم. خونه؟ مرد خونه رو به حراج میزنه. آقایون، حراج شروع میشه. قیمت پایه از 80 میلیون شروع میشه. 80 میلیون. 80 میلیون. 90 میلیون. 90 میلیون. 95 میلیون. 95 میلیون. 100 میلیون. 100 میلیون. 130 میلیون. او 130 میلیون. 130 میلیون. 150 میلیون. آقای کاپور قیمت 150 میلیون رو اعلام کردن. ممنونم. 150 میلیون یک، 150 میلیون دو، 150 میلیون. صبر کنید. 200 میلیون. 200 میلیون. 200 میلیون. 200 میلیون. خانم ها، آقایان، این خونه با قیمت نهایی 200 میلیون فروخته میشه. آیا متقاضی دیگه ای برای این خونه زیبا هست؟ 200 میلیون. لطفاً بگین. پس این خونه به قیمت 200 میلیون فروخته میشه به این آقا. 200 میلیون یک، 200 میلیون دو، 200 میلیون سه. بدید به من قربان. چی کار میکنی آقای بابا؟ من دیگه رئیس شما نیستم. چی داری میگین قربان؟ ما تا نفس داریم رئیسمون شما هستید. خداوند گفته آدم ها باید به هم کمک کنن. سمت داشته باشید، همه چی درست میشه. آخه چرا میخوای کارتو از دست بدی؟ ای بابا، 100 تا از این کارا قربونه یه قدم شما. شما به همه آدمای بینوا کمک میکردین، به اونایی که خونه نداشتن. خودتون به ما یاد دادین که انسان باید به هم نوعش کمک کنه. حالا میخواین همه چی رو فراموش کنید بریم خونه ما آقا؟ نه، ما نمیخواییم مزاحم شما بشیم. قربان سرسختی نکنید، خواهش میکنم تعارف نکنید. اون خونه خونه یه که خودتون به ما دادین. بفرمایید، بفرمایید عروس خانم، بفرمایید، 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 بفرمایید آقا، بفرمایید خانم. یه خونه فقیرانه کوچیکه، ولی مال خودتونه. اینجا رو مثل خونه خودتون میدونین خواهر جان. داداش بابا، من اینو کجا بذارم؟ اینجا بذارید. اینجا بیاین از این طرف بذارید. اینجا بله، بذارید همینجا. اینقدر تعارف نکنید خانم جان، شما نمیدونید چقدر برای ما عزیز هستی. بذاریدش همینجا. خیلی ممنون. گریه نکنید خواهر جان، تو رو خدا گریه نکنید. کسی که این خونه رو از شما گرفته هیچ وقت روی خوشی نمیبینه، هیچ وقت آرامش پیدا نمیکنه. هر روز مرگ رو احساس میکنه، هر شب خاکستر میشه.
نگاه کن دیو، اونجا رو نگاه کن، ببین تو چقدر سیاهی، اون چقدر سفیده، تو چقدر فقیری و اون چقدر ثروتمنده، تو هنوزم بدبختی و اون خوشبخت. محبت ہو گئی ہے تم سے دل نے یہ کہا ہے دل سے محبت ہو گئی ہے تم سے میری جان میرے دل پر میرا اعتبار کر لو جتنا بے قرار ہوں میں خود کو بے قرار کر لو धड़कनों को समझो तुम भी मुझसे प्यार कर लो بہ کے قدم ایک دو
تجھے کو لے کے باہوں میں آل پٹ جائے ہم نه آنجلی، امکان نداره من بتونم تو رو فراموش کنم. من نمیذارم تو هم من رو فراموش کنی. هیچ کس نمیتونه بین ما دوتا فاصله بندازه. هیچ کس Hi, baby. Ooh, 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 ooh. Looking cool. Smashing. Really? Thank you. And now up. Kya? Yeh tumhari jagah nahi hai. Utho. Okay. No problems. Aakhir hum partners bhi to hain, hmm? What did you just do? Hmm? क्या किया तुमने? अच्छा लगा, मजा आया. बहुत मजा आया. इतना मजा आया कि दिल करता है. मादर. चीये ची शुदे चरे ये तरफ़ सुरातेत एंगात सोर शुदे पशे ज़दे. پشه؟ آخه تو دفتر ما پشه هست، چقدر مسخره. بابی چیه؟ چی شده پسرم؟ ولم کنی مادر، برین دنبال کارتون. باشه باب. و تورم مثل این که پشه بجوری زادتش. آره نیشه سمی بود. چی؟ سمی بوده. بشین مادر جون، بشینیم لطفا. بفرمایین. خب چی کار داشتین؟ شیتل یه چک بده به مبلغ 1,000,000 روپیه. ولی تو با که هفته گذشته 1,500,000 برداشتین. 1,500,000؟ نیکی چرا به من چیزی نگفتی؟ منظورت چیه؟ بعد در هر کاری که میخوام بکنم از شما اجازه بگیرم واقعا مسخره است. مامان تو دیگه پیر شدی، بهتره تو کارای من دخالت نکنی. چه که من آماده کنیم. این باب کجا رفت؟ معلوم نیست کجا گذاشت. لعنتی مسخره. خیلی عجیبه، ما با وجودی که تو لندن بزرگ شدیم تا الان با پدر و مادرمون بلند صحبت نکردیم، ولی بچه های اینجا چقدر به پدر و مادرشون بی احترامی میکنن. نه اینطور نیست، همه بچه ها اینطوری نیستن. من یه پسر دیگه هم دارم، اون تا حالا با صدای بلند با من صحبت نکرده. خیلی به من اعتماد داشت. مگه چه اتفاقی افتاد؟ شما بهش اعتماد نکردی؟ اون چرا؟ اون پسر خودم نبود، پسر ناتنیم بود. شما از کدوم داره صحبت میکنی؟ توی این دور و زمانه شما به این چیزا اعتقاد داری؟ الان دوره ای شده که فامیلای نزدیک به آدم خنجر میزنن و غریبه ها به دادش میرسن. همش بستگی به تربیت آدم داره، این اصل رو نباید فراموش کرد. تربیت خوب نتیجه خوب داره و تربیت بد. نقش پدر و مادر خیلی مهمه، خیلی چیزا به اونا بستگی داره.
انجلی، انجلی، اینجا چیکار میکنی؟ من تازه جای اصلیمو پیدا کردم. اینجا جای تو نیست، اینجا جای دختر و داماد منه. اونا کجان؟ من اونا رو بیچارشون کردم، البته فقط به خاطر تو. ازت پرسیدم اونا کجان؟ هی فکر نکن که من با تربیت تر از قبل شدم. نه، همون آدم هم. یادم نرفته که تو در مورد سرنوشت دخترتو من چیکار کردی. چرا؟ چون کفشای گرون قیمت پام نبود؟ چون یه جه دمپایی سوار در رفته پام بود؟ چون لباسای آنچنانی تنم نبود؟ چون توی جیبم پول نبود؟ واقعا علتش همینا بود؟ حالا تو بار لگت از اینجا ننداختمت بیرون، گولت از اینجا گم کن. بارو بیرون، بهت گفتم بارو بیرون، بیرون. من امروز مطمئن شدم اون تصمیمی که اون موقع گرفتم کاملا درست بوده و انتخابی رو که برای دخترم کردم 100% به نفعش بوده. پدر و مادر بهترین راهنما برای فرزندانشون هستن، این سالهاست که ثابت شده. خداوند صلاح و مصلحت بچه ها رو به زبون پدر و مادرشون جاری میکنه که سرنوشتشون رو تعیین کنن. منم به عنوان پدر سرنوشت دخترم رو تعیین کردم. تو اون سرنوشت نه تو بودی و نه خواهی بود. تو این خیالو با خودت به گور میبری. تو نرو آقای عزیز، هر کاری که از دستت برمیاد بکن. بالاخره تو یه روزی پدر زن من میشی، حالا خودت اینو میبینی. این همه اتفاق افتاده تو به من هیچ خبری ندادی انجلی. نمیخواستم ناراحتتون کنم پدر. انجلی تو تنها فرزند ما هستی، ما هرچی داریم مال تو و رامه. ما میتونیم همه چی رو از نو برای رام درست کنیم. جلوی اون نباید حرفشم بزنین، غرورش جریحه دار میشه پدر. به جون من قسم بخورین که چیزی در این مورد بهش نمیگین. رام چیزی در مورد دف میدونه؟ نه، من نمیخوام اون چیزی بدونه. خدا میدونه اگه بفهمه چی میشه. پدر جون شما از اینجا برید، اون نباید شما رو اینجا ببینه. مطمئنم اونم دوست نداره شما ما رو تو این وضعیت ببینید. شما برید، خواهش میکنم. ٹھیک ہے بیٹی، اگر تم یہی چاہتی ہو تو ہم تمہاری زندگی میں کبھی دخل نہیں دیں گے، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ اس باپ کا آشیرواد ہمیشہ تیرے ساتھ ہے اور ماں باپ کی دعائیں کبھی ضائع نہیں جاتے. یہ برا وقت ہے، ٹل جائے گا بیٹی، سب ٹھیک ہو جائے گا. چل. Thank you.
کی اومدی؟ آپ کب آئے؟ اچھا آپ نہا لیجئے، میں کھانا لگاتی ہوں. سلام. ما رابطه خوب و عمیقی با هم داشتیم، ولی تو یه رازی رو از من مخفی کردی. چرا انجلی؟ مگه ما به زور با هم ازدواج کردیم؟ نکنه تو رو به زور مجبور کردن با من ازدواج کنی؟ اون وقت من دیوونه فکر میکردم چون از پدر و مادرت دوری ناراحتی، ازدواج کردی و مسئولیت یه زندگی افتاده رو دوشت. به خاطر این ناراحتی یه لحظه هم فکر نکردم شاید موضوع دیگه ای در کار باشه. یه لحظه هم فکر نکردم که شاید تو یه نفر دیگر رو دوست داشته باشی. نه رو، من در گذشته کسی دیگه ای رو دوست داشتم، ولی بعد از اینکه با تو ازدواج کردم فقط تو رو دوست دارم، فقط تو رو. چیزی که شنیدی مربوط به گذشته من بوده. باور کن اگه من ازت پنهان کردم، دلیلش این بود که میترسیدم بهت بگم و تو فکرهای دیگه ای بکنی، منو ترک نکنی. باور کن راست میگم، تنها کسی که من دوست دارم فقط تو ایرو، تنها کسی که تو زندگیمه. انجلی تم ٹھیک ہو نا؟ ٹھیک ہو نا؟ تو داری مادر میشی انجلی، تو داری مادر میشی. ما زندگی تازه رو امروز شروع میکنیم. تخت با تو بود، چیزی که گذشته باید فراموش بشه. از من این مدت خیلی زجر کشیدی، ولی دیگه تنها نیستی، من باهاتم. ما دو تا دست به دست هم میدیم و موانع از سر راهمون برمیداریم. هنه جان، رام بیٹا، تم اکیلے نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں. معمولا همیشه این پدر و مادرها هستن که بچه هاشون رو میبخشن. خیلی کم پیش میاد که یه مادر از پسرش معذرت خواهی کنه. من رو ببخش را. نه مادر دخترم، من رو ببخش. ما فراموش میکنیم که وقتی یه دختر رو میادیم خونمون نباید اذیتش کنیم، تهدیدش کنیم، بلکه باید با عشق و محبت و اعتماد کاری بکنیم که اون ما رو از خودش بدونه. حالا من خودم همه چی رو درست میکنم، همه چی رو به نام نوام میکنم. رام بله مادر. منو ببر معبد پسرم، میخوام برم اونجا دعا کنم، خیلی دلم گرفته. چشم مادر، با من کاری نداری؟ نه تو برو. خداحافظ. بریم مادر. خداحافظ رام. بله مادر. از خدا میخوام که دیگه خانوادمون از هم پاشیده نشه و هممون کنار هم باشی. امیدوارم.
الو، میتونم با دیو صحبت کنم؟ شما کی هستی؟ من آنجلی هستم. آنجلی؟ بله، لطفاً یه لحظه. دیو؟ تلفن باز کار داره. کیه؟ آنجلی. الو آنجلی؟ الو دیو؟ بله آنجلی. دیو میخوام ببینمت. باشه باشه، هر چه تو بگی. من الان میام اونجا. نه، من میام میبینمت توی خونت. اینجا خونه خودت آنجلی. زود بیا، من منتظرتم. الان میای نه؟ آنجلی داره میاد اینجا. مجید گه شیطان میں چاہتا ہوں کہ سارا گھر الگ لگے. The whole damn place should look different. Hey, تمہارا ٹیسٹ بہت اچھا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ What should we do? میرا ٹیسٹ؟ ہاں، کینڈلز، دیئے جلائیں. دیئے جلاتے. Christ, I love you. I'll be back in a minute, okay? اے کہاں چلے؟ ایک منٹ، I'll be back, okay? دیو، I'll be back. Yes. Yes. Woo! یہ کیا پہن لیا دیو؟ یہی تو میں ہوں شیتل، یہی تو میری حقیقت ہے. میں چاہتا ہوں کہ انجلی دیو کو ویسے ہی پائے جیسے دیو کو چھوڑ گئی تھی. دیو کے ہونٹوں پر وہی گیت ہو. उसकी धड़कन में छोड़ गई थी. गीत? कौन सा गीत देव?
सपनों में खो जाओ तुम दिल की धड़कन में रहते हो कहना चाहती हूँ मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि ये जो तुम कर कुछ न कहो चुप ही रहो देखो धड़कन कहती है कुछ न कहो अब चुप ही रहो देखो तो धड़कन कहती है लौट आया है नींद मेरा अखियों से नदियाँ बहती कैसे गुजरे ये दिन पूछो ना तेरे बिन बाहों में आ जाओ सपनों में खो जाओ तुम दिल की धड़कन में रहते हो تو اشتباه کردی دیو تو بازم اشتباه کردی دیو نه تو اشتباه کردی همیشه اشتباه میکنی مطمئنم تو دلت منو دوست داری به خاطر همینم برگشتی اینجا نه دیو من بر نگشتم بعد از اینم دیگه هیچ وقت نمیتونم برگردم من فقط اومدم به اون کسی که یه زمانی دوستم بود بگم که من دارم مادر میشم مادر حالا دیگه مطمئن باش که نمیتونم برگردم تو هم منو فراموش کن محبت های تو همیشه تو دلم میمونی ولی تو هیچ وقت نمیتونی زندگی من باشی زندگی من فقط رامه
باور کن راست میگم، من فقط اونو دوست دارم، خیلی هم دوستش دارم. بذار زندگیمو بکنم، از زندگی ما برو بیرون، از دنیای ما برو بیرون، برو بیرون. شکست خوردم. آره من شکست خوردم. مگه میشه آدم یکی اینقدر دوست داشته باشه ولی فقط بیوفایی و دوری نصیبش بشه؟ وقتی من چطور قبول کنم که اون کسی دیگه رو دوست داره؟ چرا تو این چندین سال خودم رو گول زدم؟ چرا خواستم خودم رو بی خبر نشون بدم در صورتی که همه چی رو میدونستم؟ چرا من شکست خوردم ولی اون موفق شد؟ چرا؟ کی میگه تو شکست خوردی؟ کی میگه من موفق شدم؟ یعنی همه چیز فقط سیاه و سفیده؟ رنگ دیگه ای نیست؟ فقط رقابت و دشمنی وجود داره؟ تو فقط همینو میشناسی؟ چرا منو دشمن خودت میدونی؟ یه زمانی آنجلی با تو آشنا شد، دوتا دوست خوب بودین، دوتا دوست که خیلی هم به هم نزدیک شدین، کلی با هم برای آینده نقشه کشیدین و آرزوهای زیادی داشتین، ولی سرنوشت در یه چشم هم زدن همه رو خراب کرد و از بین برد. چیزی که فکرش هم نمی کردین. سرنوشت بهت رحم نکرد، باهات هم دردی نکرد. با این وضعیت من چطور میتونم از تو نفرت داشته باشم؟ کی گفته تو دشمن منی؟ تقصیر تو چیه؟ فقط این که یکی رو دوست داشتی؟ مگه دوست داشتن گناهه؟ کی گفته جرمه؟ کی گفته اشتباهه؟ گوش کن دف، این همه آدم تو دنیا هست، هر کدوم میخوان سرنوشتشون رو خودشون تعیین کنن، ولی این کار اونا نیست، چون کسی که سرنوشت رو تعیین میکنه فقط خداست. این چیزیه که اون خواسته، اون تعیین کرده، این سرنوشتی بوده که برامون رقم زده شده، همش همینه. آره تقدیر و سرنوشت، راست میگی، من هیچ وقت به تقدیر و سرنوشت اعتقاد نداشتم، هیچ وقت به این چیزا فکر نکردم، چون من کسی بودم که معتقد بودم قدرت انسان بالاتر از همه چیزه، ولی امروز باور کردم که واقعا تقدیر و سرنوشت وجود داره. اینو باور کردم، واقعا پذیرفتم، پذیرفتم که بین من و تو فرق زیادی هست و به هیچ عنوانم نمیشه انکارش کرد. حتی خطوطی که تو دستای ما هست با هم خیلی فرق داره، یا خطوطی که روی پیشانی همون وجود داره. من دیگه تو رو دشمن خودم نمیدونم، دیگه نمیخوام تو رو از بین ببرم، چون اگه این کار بکنم بدون تردید اول خودم رو نابود کردم.
رام دف. اسمم هم دف. من میخواستم مثل فرشته ها زندگی کنم، ولی هرکس نترستم این کار بکنم. و اسم تو رامه، پس همیشه هم مثل رام زندگی کن. بین انسان ها از وجودشون لذت ببر. در این صورت مگه میشه موفق نشی رام؟ مگه میشه؟ هیچ وقت نگو خداحافظ، بگو بازم میبینم ات. البته حتما میدونم که بازم میبینم ات. الو بابا، بابا من شیتل هستم. شیتل حالت چطوره؟ کجایی؟ توی فرودگاه دهلیم، دارم برمیگردم لندن. بابا خیلی دلم برات تنگ شده. مثل اینکه خیلی خوشحالی. نکنه شریک زندگی تو پیدا کردی؟ آره پیدا کردم بابا، اونم دارم با خودم میارمش. خوبه، حالا اون کی هست؟ بابا شما میشناسینش؟ بله. نکنه دوه؟ غیر از دو کی میتونه باشه بابا؟ شیتل فقط با دو ازدواج میکنه. خب پس دوه. بابا 8 ساعت دیگه میبینمت، خواهش میکنم بیا فرودگاه دنبالمون. میبوسم، دلم خیلی برات تنگ شده. دیوه چیتل کہاں تم؟ کب سے ڈھونڈ رہا تمہیں؟ بابا سے بات کر رہی تھی، وہ تم سے ملنے ایئرپورٹ آ رہے ہیں. اچھے بابا تم سے. لیکن دیو ایک بات سنو، جب تم پاپا سے ملو گے نا ٹھیک طرح سے پیش آنا. نو ایٹیٹیوڈ اینڈ نو ایروگنس، ورنہ پاپا کو اچھا نہیں لگے گا. اوکے ناؤ لیٹس گو، لیٹس چیک ان. کم آن دیو. پاپا سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا زور کتنا بازو قاتل میں ہے. بفرمایین بفرمایین عروس خانم بفرمایین. جهت دانلود فیلم های بیشتر به سایت اینترنتی ایران فیلم مراجعه نمایید.